برای هر چیزی انگار هر چیزی مؤثره خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و کیا دوست دارن که قدشون یه خورده بیشتر بشه من خودم خیلی دوست دارم کیا دوست دارن قدشون بله شما حق دارید که خیلی خوب فقط بفرمایید که من بهتون میگم که یک گیاهی وجود داره به نام آسپن توی تانزانیا هستش و شما اگر که برید از یک قله خیلی خیلی دشواری صعود کنید و همونجا تازه اون گیاه رو مصرف بکنید قدتون بلند میشه فقط دو تا مسئله وجود داره یکی اینکه خیلی رسیدن به اونجا سخت و پیچیده و پرزحمته و هزینه هم داره 400 هزار دلار کیا میرن؟ نمیان خالی بند داریم؟ نداشتیم نه, نه. خب فقط یه نکته هم بهتون میگم هزینه 400 هزار دلاره ولی بهتون پرداخت میکنن 4000 هزار حالا کی میاد؟ آها مسئله پول بود اصلا با قد و اینا <تصفح> کاری نداشت <تصفح> 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 و اما نکته بعدی یه نکته دیگه باید بگم این گیاه قد شما رو یک دهم میلیمتر افزایش میده فقط حالا چی؟ ها شما پولا رو باید بدین نها دوباره حالا نمیارزه بله خب وقتی نگاه میکنیم ببینیم که یه چیزی موثره. ولی خیلی کم موثره. یک دهم میلیمتر یعنی با چشم اصلا قابل مشاهده نیست و وقتی نگاه میکنیم توی هر کتاب فروشی هر چیزی انگار به این جمله میرسیم برای هر چیزی انگار هر چیزی موثره. یعنی شما نگاه کنید مثلا میخواین در حیطه موفقیت باشگاه پنج صوبیا از که مؤثره مدیتیشن مؤثره این مؤثره اون مؤثره حالا اثر مثبت یا منفی انگار همه چی مؤثره برای یادگیری آیا فونت استفاده شده در پاورپوینت رو یادگیری اثر داره یا نه بله اثر داره واقعا پجویش های زیادی هست که میگه اثر داره فقط یه مسئله وجود داره چقدر میارزه من برم سر اون کوه و اون گیاه رو استفاده کنم برای اون هدفم یا خودم رو سر کار گذاشتم یک هرمی هست ما میگیم نردبان شواهد که انسان ها اطلاعاتشون رو بر این اساس معمولا به دست میارن پایین ترین سطح این نردبان چیه؟ که اعتبار کمتری داره صحبت ام خانوم همه خانوم وقتی میگه که مثلا تخم مرغ بزنید اینجا هم بزنید با این قاطی کنید فلان چیز میشه یا خیلی جالب بود من متوجه شدم مادر منم عمه است یعنی اون هم یه سری تجفیص داده مثلا هر چیزی که میشه یه شربت اصل درست میکنه مثلا میگم من من دستم قطع شده یه شربت اصل بخور ان خوب میشه پسر من میگم من هواپیمام سقوط کرد پسرتونم مرد یه شربت اصل بریز سر قبرش ان خوب میشه همه چیز با این حل میشه با این مسئله عمه یه پله بالاتر خود مستندتر از عمه های ما که اینجا عمه دارن؟ خوش که ندارن حقیقتا خیلی جالب بود گروه های خانوادگی هستن مثلا من موبایل آریان اکبری رو برداشتم و رفتم توی گروه خاندان اکبریشون و خودش نوشته بود تو گوانی واسه ما اداها رو درمیاره، خودش اینطوریه نوشته عزیزان خواهشان دقت کنید در تابستان امسال گیلاس های صادراتی قردین به عربستان توسط جمهوری چک برگشت داده شد به دلیل وجود ماده شیمیایی به نام هیدروکساید گیلاس های قزوین پوست قرمز و درون سفید دارن لطفا مراقب باشید یه سری از منابع اطلاعاتی من در همین حده یعنی تو گروه خانوادگی که باز هم اومد یه عمه ای کسی این مطالب رو میذاره و تو این لول ما داریم پیش میریم یه لول بالاتر از این پروفسور سمی و نقل قول مربوط به ایشون هست به صورت کلی مثلا یکی از اثرگذارترین‌ها برای خود من, من خیلی زیاد عصبانی می شدم این بود میگفتش که وقتی عصبانی هستین شیر و لیمو ترش بخورید البته اثری نداره فقط اسهال میشید این رو هم <applause> واقعا واسه من کار کرد یعنی واقعا اسهال شدم پژوهشاش هم هست اگر میخواد و سطح بعدی این استا هستش که عزیزان زحمت میکشند و بلاگری میکنن مطالب بسیار عمیق و علمی میگن همه ما میمون میکنیم ولی فالوشون میکنیم و پیش میریم و آخر سر در بالاترین سطح این هرم یا به نظرم هست با هرچی حال کنیم انجام میدیم یعنی نه لزوما اونی که ام خانم گفته اونی که ام خانم گفته و من دوست دارم رو انجام میدم اگه خوشم بیاد مثلا یه بلاگر میگه نه مثل اینکه جوانا خوبم هست چون به نظرم خوبم هست میرم سراغش یعنی یک شرایط احرازی هم داره یا مثلا مشروبات الکلی برای کرونا مؤثره دوستان ها استفاده میکنن اینها صرفا پزشکی درست میگم تایید سرها الحمدلله کاملا گویای این مورد هست خیلی عالی این عموم مردم از این استفاده میکنن یک سری افراد هم هستن واقعا انسان های بیکاری هستن یعنی وقت خیلی زیادی دارن توی عمرشون و این بنده خدا دانشمندا میان از یک روش دیگه استفاده میکنه حالا نمیدونم فقر عمه هست یا چه چی چیزی هست اینا روششون متفاوته برای ارزیابی شواهد اول از همه نظر متخصصان در حقیقت همون آفرین پس فلانی گفته خیلی تو علم جایگاه زیادی نداره و ما با شواهد کار داریم حالا هر کی میخواد باشه یه پله بالاتر از اون گزارش های کیسه یا کیس ریپورته مثلا میگن در این گروه این پدیده مشاهده شده یه سری دیگه هست من اینا رد میشم کاری به کارش نداریم فقط یه سرچ میکنید به سادگی پیدا میکنید راجبش دیگه کیس کنترل ها هستن و کوهورت ها هستن کوهورت استدیا هستن اینا رو کاری نداریم یه قسمت ما آر داریم یا رندمایز کنترل ترایل که دوستان صحبت کردن راجبش یعنی به یه گروهی پلاسیبو میدن یا یک درمان جایگزین به یه گروه دیگه اون مداخله ای که میخوان بعد ببینن چقدر اثر داره که توی همین آر ها هم مسئله ای وجود داره اون مسئله چیه سوگیری های خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه محدودیت ها داره و منافع خاصی که اینجا بر برخی از افراد وجود داره خب یه بنده خدای اومده یه کار خیلی قشنگ کرده گفته آقا ما با یه دونه RCT که نمیتونیم بفهمیم این مؤثر هست یا نیست یه دونه برای ما کافی نیستش و ما نیاز به یه چیز قوی تر داریم که سیستماتیک ریویو ها هستن این عزیز دل آقای دکتر جین گلاس اومده بحث متا یا فرا تحلیل و 1970 نمیدونم چند مطرح کرده که میگه آقا به که یک دونه RCT رو بیایم بررسی بکنیم بیایم مجموعه از اینها رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر اثر داره پس دیگه من با یه دونه پژوهش و یه گروه و اینها کار ندارم ممکنه 10 تا 20 تا یا بعضی موقع ها خیلی خیلی بیشتر بیام این موضوع رو بررسی بکنم و توی علم وقتی میبینیم یک فراتحلیل یا یک متاانالیسیس این رو نشون میده که ا یک متاانالیسیس این رو تایید کرده یا گفته نه خیلی اثر نداره اون وقت قطعیتش خیلی بیشتره به جای قطعیت میتونم بگم دقتش یا اطمینانی که میتونیم بهش بکنیم خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه البته محدودیت هایی داره یعنی ما تو علم نگاه نمی کنیم که خب این دیگه تایید شد تام شد نه این هم محدودیت داره محدودیتش هم همون تحقیق هایی هستش که توش استفاده شده یعنی اگر اون پژوهش ها درست نباشه طبیعتا یافته های این فراتحلیل هم درست نخواهد بود یا نادقیق خواهد بود حالا همه اینا رو گفتیم برسیم به اون صحبت اول ما میخوایم یه کاری انجام بدیم و اون کار اینه هزار تا چیز هست که اثر داره مثلا تو یادگیری شما فرض کنید مدیر یک مدرسه این میخواین یادگیری افزایش پیدا بکنه وقتی یادگیری میخواد افزایش پیدا بکنه چی کار کنیم مثلا من اول بزنیم به جای یادگیری چیز میگم میخوام نمره کنکور بچه ها بالاتر بره قبول دارین تعداد شاگردا سر کلاس کمتر باشه نتیجه بهتر میشه مثلا اگه کلاس رو از سی نفر تبدیل کنم به یه کلاس 15 نفره چه اتفاق میفته؟ بازدهی احتمالا به ذهنمون میرسه دیگه فعلا در لول عمه خانم یا نظر کارشناسان به نظرمون بالا میره اب نداره وقتی پژوهش ها نشوندن واقعا بالا میره یعنی وقتی تعداد شرکت کننده کمتر باشه توی کلاس بازدهی بالاتر میره توی کلاس درس خب خوبه ما کلاس رو نسپنیم. یعنی مدارس باید دو برابر معلم ها باید دو برابر شن کلاس ها دو برابر شن هزینه تقریبا همش دو برابر میشه ایده خوبیه نه بعد این سال از خودمون بپرسیم چقدر؟, چقدر اثر داره چقدر اثر داره و این سوالو ما خیلی وقتا نمیپرسیم میخوام توی موفقیت بریم هزاران نظریه کتاب مطلب پژوهش وجود داره تو روابط همینطور تو روابط میگم میخوای رابطت خوب باشه این کارو بکن این کار بکن ظرف اصل شیر و اصل بود چی بود از اون کارا بکن هزار تا روش وجود داره برای این. کدومش مؤثر تره؟ اینجا اومدن یه بحثی مطرح کردن به نام افکت سایز یا میزان اثر یه فرمولی داره اینا رو بعد خودت مطالعه می‌کنی من سعی می‌کنم اون رو بدم که از این به بعد و بعد می‌ریم بحث آخر تو بحث یادگیریه که ببینیم میزان اثر اینها چطور ارزیابی شده میگن آقا میانگین رو نگاه کن بعد از مداخله مثلا اومدی کلاس رو نصف کردی ببین میانگین نمره بچه ها چند شده